و نحوه تشکیل شدنشون. حالا میخواییم سیاره ها رو با هم بررسی کنیم. موافقین؟ پس بزن بریم. اولین سیاره رو بهتون معرفی کنم. جناب آقای زمین، یا شاید خانم زمین. حتما میدونی که زمین یه سیاره است. سیاره چیه؟ سیاره در حقیقت یه جسم بزرگ، گرد و سنگینه که به دور ستاره میگرده و تا نوری که از ستاره به اون میرسه روشن میشه. درست مثل زمین. نگاه کنید. منظومه شمسی ما خیلی سیاره داره که همشون هم به دور ستاره خورشید میچرخن. اسمشون هم که دیگه میدونین. بزرگترینشون مشتریه. کوچکترینشون هم پلوتونه که کجاست؟ آها، اینا هاش. میخوایی بدونی سیاره ها چطور به وجود اومدن؟ آره؟ خیلی خوب. پس بریم تا برات توضیح بدم. ستاره شناسا معتقدند که حدود 5 میلیارد سال پیش منظومه شمسی ما از یه ابر در حال چرخش پر از گاز و گرد و غبار تشکیل شده. جاذبه باعث شده که این گاز و گرد و غبار به مرکز ابر، یعنی اینجا، کشیده بشه و مواد روی همدیگه انباشته بشن و به سرعت بچرخن و در نهایت خورشید تشکیل بشه. حالا بقیه ی گاز و گرد و غبار به صورت یه صفحه تخت و گرد در میاد و دور خورشید میگردن. ذرات سنگی داخل این صفحه تخت به هم خوردن و چسبیدن و با هم ترکیب شدن و سیارات رو تشکیل میدن. یعنی همین هایی که داریم میبینیم. بر اساس همین نظریهی که الان بهتون گفتم، سیارات رو به دو دسته خارجی و داخلی تقسیم میکنن. داخلی ها سیاره های نزدیک به خورشیدن که نسبتاً کوچکترین و ترکیباتشون از سنگه. بهشون شبه زمین میگن. زمین ما بزرگترین سیاره در این دسته است. چه خوب! سیارات خارجی غولهای گازی یا سیارات شبه مشتری نامیده میشن. سطح این سیارات خاکی نیست و معمولاً گازی هستن. سیاره ها در دو مسیر حرکت میکنن. اونا به دور ستارشون که مدار بهش میگن، یعنی اینا، حرکت میکنن. به این حرکت، حرکت انتقالی میگن. سیاره ها به دور خودشونم میچرخن که بهش حرکت وضعی میگن. محورم که دیگه میدونید چیه. خط فرضیه که از اینجا، یعنی مرکز سیاره میگذره. خلاصه، اینا رو که دیدی سیاره های منظومه شمسی ما هستن که میبینید. البته ستاره شناسان میگن ممکنه یه سیاره دیگه و یا حتی یه ستاره شریک با خورشید بالاتر از پلوتون کوچولو در حال گردش به دور خورشید باشه. حتما یه روزی کشف میشه. کسی چه میدونه؟ شاید اصلا شماها کشفش کنی. پس با آرزوی فردایی بهتر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا حافظ.